داس ویل خپلونی په دوام سره به هم شرغ لاس مشتری ډیر پزړه پوری او شکلی ماشومان را سره دی او دا ټول درې سره واړه چې تاسو ویني اول مرګان دی ل اسما څخه شروع کوم اسما قریشی چې پدریم سنف کې ده او اول مر ده د دې ترڅنګ توها مدثر په څلورم سنف کې دی او اول مر دی نو ابراهیم یاسرم په شپږم سنف کې دی اول مر دی همه تان خیلی خوش آمده شکر زنده باشین که دعوت ما رو پذیرفتین اسما جان از شما شروع میکنم سنف چند هستی؟ سنف 3 خب اول نمره هستی؟ بله چند سال اول نمره شدی؟ دو سال سنف 2 باز دوم نمره شدی؟ نه سنف اول دوم نمره شدی خب سنف اول دوم نمره شدی امروز چی آوردی برای ما؟ امروز یک شعر خب میشه بخونین برای ما؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربي شهري صدري ويسري أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام خدمة شما وهم بينندگان عزيز تلویزیون زیبا هلال خیلی ممنون زنده باشین این شعر بود شعرم داری خب بعد از این شعر میپرسم توها جان خیلی خوش آمدی به برنامه عصر هلال وعليكم السلام خودتم خوش آمدین در برنامه سنده باشه مست عشقم مست شوقم مست دوست مست معشوقی که عالم مست اوست یک سلام گرم به بیننده های عزیز دارم خوشحال هستم که در برنامه زیبای تلویزیون هلال مرا دعوت کرد خیلی ممنون خیلی خوش آمدی پسر جان شما خیلی خوش آمدین نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمة هم بنندگان تأجرامي خوهران وبرادران كوچكم إن شاء الله كحمة تنجور وصحة وسرال ولباس عافيت برتن داشته باشين خیلی ممنون زنده باشين البته ما باید إشارة بکنم که توها جان و همچنان ابراهیم اردوشان مجری هم هستن مجری برنامه های رادیو اصلاح کدام برنامه است پیش میبرین شگوفه ها او رو ثبت میکنین درسته یا لایف هم دارین لایف دارین ماشاءالله چقدر لایق هستن ماشاءالله خیلی عالی عالی اسم جان شما میخوایم بپرسم که شعرت از بر کردی یا نوشته از یاد کردی از یاد کردی آفرین میشه برام با ما بخونی آماده هستی آه بخون آفرین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چرا ای بنده آسی ترین درگانه می آیی چرا وقت پریشانی بسوی ما نمی آیی منم با تو توی با من چرا بیگانه می گردی گر روزها توی در کار چرا شبها نمی آیی منم غفور منم غفار منم عالم منم ستار چرا در مشکل هر کار بسوی ما نمی آیی سوی ما نمی آیی آفرین با مادرت کمک میکنید خانه؟ بله خانه نام پدرت چیست؟ آجی روح الله آجی روح الله ماشاءالله هر کس باید کوشش کنه که چنین اولادی داشته باشه تا جان از کارهای تا برای ما بگو که چیکار میکنی کدام برنامه ها رو میسازی در رادیو اصلاح؟ رادیو اصلاح در برنامه شگوفه ها نطاق هستم آها. و دیگه در مسجد میرم و یک و نیم سپاره قرآن کریم حفظ دارم ماشاءالله و ده سپارم از روی میخوانم آها و شاگرد ممتاز مکتب خودی امان الله خانم هستم ماشاءالله خیلی عالی عالی اگه بر ما شما دوتا باز من چالش داریم که کی بین شما میتونه یک برنامه تلویزیونی یا برنامه رادیو را پرزنت بکنه ولی میخوام شما اول بپرسم که شما چی برنامه روی دست دارین چی کار میکنین صبح که بیدار میشین از خواب و مکتب میرین چه کاری انجام میدین؟ صبح از خواب بیدار میشیم اول خو دستوری است و وضو نمیکنیم وضو خونم باز صبح خو میخونیم باز خواب باز خواب میشیم باز پس بیدار میشیم باز کورس میریم از کورس آمدیم چای میخوریم مکتب میریم باز از مکتب آمدیم مسجد میریم که دو سپاره حفظ کردیم 16 سپاره را از روی خوندیم ماشاءالله مسجد میریم باز میریم دیگه کارخونه ای است خب 6 سال مکمل اول عمر بودی درسته بله خیلی عالی اسما جان شما چه کار میکنین صبح که بیدار میشین صبح که بیدار میشیم خو دستوری میشیم بعد از او نماز میخوریم به طرف مکتب میریم از مکتب که میاییم میریم مسجد از مسجد کامانه میریم کورس خیلی عالی برادرت کمک میکنه در خانه بله در سایتان
بله. خب دوست داری در آینده چیکاره بشی؟ دکتر. دکتر میخوای بشی؟ نمیخوای مجری بشی مثل برادرت؟ دوست داری مجری بشی؟ بله. نطاق یا مجری دوست داری؟ بله. انشاءالله تلویزیون هلال در خدمت شما هست، حتما شما را در بخش اطفال شما را میگیریم. حالا بین شما چالش میخوایم ایجاد بکنم. یک فکر کو ایمی برنامه عصر هلال از شماست، میخوای شروع بکنی چگونه شروع میکنی؟ خب کامرای فکر میکنم او است، او لانگ است، از اون شروع میکنی. شروع که فکر کو برنامه عصر هلال شروع میکنی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یک سلام به شنونده های عزیز. تو دیگه اینجا تلویزیون است، بینندگان عزیز میشه. یعنی این خصوصی است ما گفتین، یعنی این برنامه رادیو را فکر کو برنامه از خودت از شروع میکنی یا امید این برنامه تلویزیونی؟ بله بله. خب یک سلام به بینندگان عزیز و می کسایی که برنامه اصلا تعقیب میکنن. خوشحال هستم که بازم در خدمت شما عزیزان و گرامی ها قرار گرفتم. من طه مدثر قریشی برای شما یک شعر آماده کردیم. خیلی عالی، با برنامه را پیش برم. خب الان که سر جان شما یک فکر کنین برنامه از خودت است، برنامه عصر هلال میخوای را پیش ببری، چگونه آغاز میکنی؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امني واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. السلام علیکم تمام بینندگان تلویزیون جوانی هلال، امید که جور و سلامت باشید و بازم در یکی از برنامه‌های عصر هلال امید که ما را تا آخر برنامه هم یاری کنید. خیلی عالی، متشکرم. علی شما چی آماده کردین یاسر جان؟ از شما شروع کنم. من دیگه یک تا نشید اسلامی است و داستان است که جونه میخواد. درسته، داستان با شما دوتای بخونه، اول شعرتان نشیدتان بخونه. یا رسول الله و قدوتنا لن نضع الغرب يدنسنا لن نرضى ابدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن نضع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحتم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول الله رجل قد جمع الإحسان بالحكمة وصدق زدانا وبه زهر الحق وبانا برسول الله لا خیلی میخوایم به شما میایم شعر شما رو میشنوم. اسما جان شما چیز قرآن کریم از بر کردین؟ سوره را از بر دارین؟ کدام سوره رو میخوایم برای ما تلاوت کنیم؟ سوره المشرح را میشنویم از شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله. ما شاء الله، کاش که من شیرینی می آوردم و جایزه می آوردم برشان، برکنم جایزه می دادم، خبر نداشتم که اینقدر لایق هستن. ما شاء الله. اسما جان تشکر، شما هم شعر دارین تاجا. بسم الله الرحمن الرحیم. در دل مسلم مقام مصطفی است، آبروی ما زنام مصطفی است، بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پای مصطفی است. در شبستان حرا راحت گزید، قوم آئین حکومت آفرید، مان شبها چشم او محروم نوم، تا به تخت خسرو خوابید قوم. وقت هیجان تیغ و آهن گداز، دیده او اشک بار اندر نماز. در دعای نصرت آمین تیغ او، قا
قاطع نسل سلاطین او در جهان آیین نواغاز کرد مسند اقوام پیشین در نورد. ماشاءالله چقدر رایق هستید تاها جان. تاها جان میخوای در آینده چی کارا بشی؟ انجینیر. انجینیر و در بخش مجری و نطاقی کار میکنی؟ انجینیر ساختمانی میخوایم بشم و در بخش مجری هم میخوایم. همزمان که مجری هستی میخوایی در بخش مجری هم کار بکنی؟ یاسر جان شما چی میخوایی بشین در آینده؟ شرایط میخوایم. شرایط میخوایم بخوانیم و قاضی بشین. درست. نطاقی همزمان کار میکنی؟ خیلی عالی. حالا اسما جان شما چیز دیگر هم دارین ببینین دا؟ نه خیر. خواه حتما به شما بازم میام یک سوال از شما میکنم که بنده کی هستی حتما از میپرسم. ولی قبل از او میخوایم که از تاها جان و یاسر جان یک داستان است، داستان بر ما تعریف میکنند که داستان چی است. خب از شما شروع میکنیم، درسته؟ خب شروع کنید یاسر جان. بسم الله الرحمن الرحیم. قاضی شهر ادلاع یافت که جوانی در مسجد از زهد و تقوا سخن میگوید. بعد رفیان خود گفت برخیزید تا نزد این جوان برویم و از او چیزهایی بپرسیم، اگر درست پاسخ داد در جلسات او می نشینیم و استفاده میبریم. قاضی چون به مسجد در آمد رو به جوان کرد و گفت ای جوان، از نماز چیزی برای ما بگو. جوان در پاسخ گفت از آداب نماز بگویم یا از کیفیت آن؟ قاضی تعجب کرد و با خود گفت شگفت آور است. از او یک سوال پرسیدم ولی آن را دو سوال جور کرد. سپس برای جوان گفت از آداب نماز بگو. آن جوان گفت آداب نماز این است که خود را آماده کنی، شمرده شمرده گامی برداری، مانعیت وارد شوی و قصد بزرگ داشت الله تکبیر گویی، آیات را شمرده و منظم تلاوت کنی، خاشعانه رکوع کنی، عاجزانه سجده کنی و با رحمت سلام دهی. قاضی گفت برایم از کیفیت نماز بگو. آن جوان گفت رو به قبله میستی، میزان عدالت الهی را در ذهن خود مستحضر میکنی، پل صراط را زیر پای خود تصور میکنی، چنان در نماز میستی که گویا بهشت در سمت راست تو و دوزخ در سمت چپ تو است و فرشته مرگ به سراغت آمده است و نمیدانی که آیا نمازت پذیرفته شده است و یا هم پذیرفته نشده است. قاضی از جوان پرسید چند سال است چنین نماز میخوانی؟ جوان پاسخ داد 20 سال. قاضی نگاهی به دوستان خود انداخت و گفت برویم که باید نمازهای 50 ساله از 50 سال گذشته خود را قضا بیاوریم. ماشاءالله. ما به دوران طفولیت هم رفتم، چنین چیز یاد نداشتم. تقریبا 20 سال پیش یا 18 سال پیش چنین چیز یاد نداشتم. ولی شما ماشاءالله اینقدر لایق هستین که از شما 6 سال میشه اول نمره هستین، شما میشه 4 سال میشه اول نمره. 5 سال. خب من اصلا با آمادگیرم خواهد نبودم. آمادگیرم خواهد بوده اول نمره بودم. بله. کی کمک میکردم به دیده؟ زیادتر مادرم به در سال بدم. امروی شما کی کمک میکنه؟ مام نگه. مادرم میده که امایم کوکون میده. اسما جان امروی شما کی زیاد کمک میکنه؟ برادرتن یا مادرتن زیاد کمک؟ اردوش. پدرت کمک نمیکنه؟ پدرم با سوال ریاضی میکردم حل میکنه. ریاضی رو امروش میکنه. تو هاجان رو کدام بخش کار میکنه؟ انگلیسی را یاد داشت. مادرم هم دیری مکتب میکنه. خیلی عالی. خب انا لک از شما پیام میگیریم. خب یاسر جان پیام شما چی است؟ من نسبت پیام من است که یک سال آرامی در کشور ما باشه که تا بتانیم تحصیل خوب و یا به یک جای برسیم که به این وطن و به این کشور خدمت کنیم. درست. و پیام شما تا ها جان؟ پیام مایی است بر تمام بیننده های عزیز که جور و سلامت باشن و بیرون نبرایند در هوای سرد زمستان. درست. تا که سرما نخورند. اسم جان چی پیام داری؟ پیام نداری. پیام نداری؟ خب من میخواستم از سوال کنم. خب به اونان آخرین سوال میخواهم بپرسم بنده کی هستی؟ الله. خب از کی یاد گرفتی ایره؟ از پدرت، از مادرت، از برادرت، از کی یاد گرفتی؟ از پدر. از پدرت یاد گرفتی. خیلی ممنون که به برنامه عصر هلال آمدی. تشکر. همیشه بیاین، باز دعوت کردیم، باز بیاین. درست؟ تشکر. اینا هم خیلی اسنادشون هستن که همشون اول نمره هستن. ماشاءالله اطفال خیلی عالی ما با ما بودن. بازم میخوایم معرفی بکنم که
اسما جان، تها جان و همچنان یاسر جان با ما بودن. اینا شاگردای مکتب هستن. تها و ابراهیم در برنامه کجا بود؟ شگفه ها در رادیو اصلاح کار میکنن. وقفه میگیریم.